همزمان با یک جمعه اعتراضی گسترده دیگر در زاهدان، خاش و گالیکش و برگزاری اولین نشست تاریخی چهره های برجسته مخالف جمهوری دجال اسلامی در آمریکا، خیزش انقلابی مردم در نقاط مختلف ایران نیز با شعاردهی، شعارنویسی، پخش نظری برای معترضان فوت شده، و سایر شیوه های نافرمانی مدنی ادامه داشت. مخاطبان ما ویدئوهایی را از شهرک اکباتان تهران فرستادند که نشان میدهد شب بیست و دوم بهمن مردم معترض علیه خمینی آفتاب به دست و خامنه دجال در مقابل تعداد اندکی از افراد حامی این حکومت شعار سر می دهند. ویدیوهای رسید از تهران نشان می دهد مردم معترض همزمان با نورافشانی جمهوری اسلامی برای جشن گرفتن شب بیست و دوم بهمن شعار مرگ بر خامنه دجال و مرگ بر دیکتاتور پیر سر می دهند ویدیوهای دیگر رسیده به ما نشان می دهد مردم در مناطق مختلف تهران و برخی شهرها همزمان ما جشنهای حکومتی برای سالگرد انقلاب پنجا و هفت از خانه های خود شعارهای اعتراضی سر می دادند. همچنین ویدئوهای ارسال شده از شیراز، کرج و سلندج نشان می دهد در شب بیست و دوم بهمن مردم معترض علیه جمهوری دجال اسلامی و علی خامنه زحاک شعار سر دادند. ویدوهای دیگر نشان می دهد مردم معترض مشهد دست خالی در برابر نیروهای حکومتی دارای بلندگو علیه جمهوری صفاک اسلامی و خامنه زحاک شعار سر دادند. شعار نویسی و نسب بنر، و اعلامیه های اعتراضی نیز در نقاط مختلف ادامه داشت. ویدئوهای دیگر نشان می دهد معترضان جوان برای 27 بهمن بر روی دیوارهای شهر شعار نویسی کرده و یا برچسبهای های اعتراضی می چسبانند. از کامیاران کردستان نیز ویدئوهای دیگری در فضای مجازی پخش شده که نشان می دهد معترضان شعارهای زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی و مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه زحاک را بر دیواری از شهر می نویسند. همچنین ویدیوهای ارسال شده به ما نشان می دهد مردم معترض تهران بر روی دیوارهای شهر شعارهای زن زندگی آزادی و برای 27 بهمن قیام را نوشتند. ادای احترام به فوت شدگان خیزش انقلابی نیز ادامه داشت. یکی از مخاطبان ویدئویی را از بسته های نظری خود فرستاده و گفته است برای بیعت با شهیدان راه آزادی و سربهداران تعدادی قضا بین نیازمندان پخش می به امید آزادی ایران. وزارت امور خارجه فرانسه از آزادی فریبا ادالتخواه محقق ایرانی فرانسوی در ایران استقبال و تاکید کرد که او می تواند همه آزادی های خود را دوباره به دست آورد. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت ضروری است که خانم فریبا ادالتخواه بتواند تمام آزادی های خود از جمله در صورت تمایل بازگشت به فرانسه را داشته باشد وی افزود فرانسه درخواست خود را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط همه اتباع خود که به طور خودسرانه در ایران بازداشت شدهاند تکرار می کند یک خبرگزاری فرانسوی آزادی فریبا عادلخواه پژوهشگر و محقق ایرانی فرانسوی را تایید کرد. فریبا دلخواه تابستان 2019 بازداشت و سپس به جرم اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شد. خانواده او این اتهامات را به شدت رد کردند. یک منبع آگاه گفته است هنوز از امکان خروج فریبا دلخواه از ایران اطلاعاتی در دست نیست شمار دیگری از اتباع فرانسه نیز همزمان با اعتراضات مردمی در ایران در شهرهای مختلف بازداشت شدند رسانه های داخلی ایران از بازداشت عوامل اصلی خرابکاری در یکی از مراکز صنعتی وزارت دفاع در اسفهان خبر دادند این منابع خبری با انتشار بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اهریمنی پاسداران نوشتند که این نهادها با مساعدت حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عوامل اصلی این تلاش ناکام برای خرابکاری در یکی از مراکز صنعتی وزارت دفاع در اصفهان را شناسایی و بازداشت کردند در این بیانیه گفته شده است که با توجه به ادامه تحقیقات از متهمین بازداشت شده اطلاعات امنیتی در زمان مقتضی منتشر خواهد شد به ادعای وزارت اطلاعات و سازمان دجال اطلاعات سپاه اجمالا تا کنون دخالت عوامل اسرائیل در این اقدام اثبات شده است در این بیانیه گفته می شود که عملیات ناکام اسرائیل به دنبال استیصال از ضربات کوبنده است که در درون سرزمین های اشغالی دریافت کرده است این نهادهای اطلاعاتی میگویند که علارغم ناکامی این اقدام اسرائیل نفس تعدی به حریم مقدس جمهوری دجال اسلامی ایران مجازات مضاعف داشته و با واکنش آموز حافظان امنیت ایران مقتدر مواجه خواهد شد برخی از منابع خبری به نقش اسرائیل در این حملات اشاره کردهاند اما اسرائیل واکنش رسمی به این خبرها نداشته است اعتراف و وحشت خامنه ای از سقوط قریب الوقوع نظام شاهزاده به عنوان اپوزیسیون در کنفرانس مونیخ بر جایگاه دولت ایران نشست شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که ما در حال مسابقه نیستیم و ادعای رهبری نداریم او افزود بر اساس سناریوهای متعدد تمام تمرکز ما فشار بر روی جمهوری دجال اسلامی است اما خامنه ای در سخنان خود اعتراف کرده که سقوط قریب الوقوع نظام نزدیک است او اعتراف کرده که شاهزاده به دنبال رهبر شدن در ایران است اما شاهزاده در این سخنان این موضوع را رد کرده است